سلام دوستان، من بهزاد واحدی هم. این هفته دیجیکالا از برند هارمن کاردن اسپیکر بلوتوثی آر استودیو 3 رو برای من فرستاده. این اسپیکر رو با قیمت 8,500,000 تومان در مهر ماه 99 میتونید از دیجیکالا خریدش بفرمایید. برند هارمن کاردن توسط سیدنی هارمن و برنارد کاردن در سال 1953 بنا شده. هر کدومشون هم نفری $5,000 گذاشتن و این کمپانی رو استارت زدن و الان هم به این جایی که میبینید رسیده. این برند اسپیکرهای بسیار خوبی رو تولید میکنه و اغلب رو ماشین‌های گرون قیمت مثل BMW یا مرسدس بنز استفاده میشه. اسپیکرهای سیستم‌های صوتیشو از برند هارمن کاردن استفاده میکنن. بریم با هم جعبه رو باز بکنیم ببینیم داخل جعبه چی داریم. یه پلمب نایلونی رو داریم اینجا و دیگر هیچ. اول از همه جعبه رو بهتون نشون میدم. اینم زیر جعبه، بریم بازش کنیم. یه کابل برق رو داریم. دو شاخش هم جوریه که باید تبدیل برش حتما خریداری کنید. خیلی خارجیه دیگه. یه کابل برق دیگر رو هم داریم. ایوه چند مدل کابل برق برسدم. برای این هم باید تبدیل بگیریم. با کشور ما جور در نمیاد. بازم یه مدل کابل برق دیگه. خدای من. چیزی نگه بودم داره. این هم با دو شاخه های ما جور در نمیاد. دیگه نداشتم واقعا. یکی دیگه هم گذاشتن. این دیگه جور در میاد. عجب شانسی دارم من. دقیقا آخری افتاد به من که با اینجا جور در میاد. این کابل برق دقیقا کابل برقیه که با پریزهای ما میخونه. دفترچه راهنما رو داریم و دیگه هیچی. خود اسپیکر برای دیگه چیز تو جعبه نیست. سابوفرش زیرشه، پس باید خیلی مواظبش باشین یه وقتی چیزی نباشه بذاره داخلش و سابوفر رو از بین ببره. واو چه خوشگله. طراحی به شدت زیبایی داره. خیلی خوب، بریم نگاه اولیه رو ببینیم. و آها، من یه اسپیکر کوچیک بوزم دارم. درسته که خیلی ابعاد اندازه‌شون با هم جور در نمیاد، ولی بدم نمیاد تو ولوم‌های پایین از لحاظ کیفیت صدا با هم یه مقایسه بزنم براتون تو ویدیو، ببینید چطوریه. شاید از کیفیت این بیشتر خوشتون اومد. خودم هم هنوز تستش نکردم. با ما همراه باشید. تمام کنترل های روی این اسپیکر به صورت تاچ عمل میکنن و خبری از دکمه های مکانیکی نیست. برای روشن خاموش کردن دستگاه این دکمه رو نگه میداریم و برای رفتن به حالت پیر هم این دکمه رو لمس میکنیم. پشت دستگاه در کنار ورودی برق یک درگاه ورود کابل آگزیلری 3.5 میلیمتریه که اگر خواستید میتونید از طریق کابل هم اسپیکر رو به منبع صدا متصل کنید. ولوم دستگاه با لمس بخشی که ملاحظه میکنید کم و زیاد میشه و از طریق نشانگر نوری مقدارش قابل مشاهده است. در هنگام پخش موسیقی رقص نور دستگاه فعال میشه و جلوه بسیار زیبایی داره، کاملا مدرن و مینیمال که از برندی مثل هارمن کاردن دور از انتظار نیست. ضمناً با لمس این دکمه هم میتونید رقص نور رو غیر فعال کنید. از اونجایی که مثل مدل قبلی این مدل دارای ونت یا دریچه هوا نیست، شما بس کوبنده ای رو نخواهید داشت. اما جزئیات بیشتری رو در فرکانس های 20 تا 200 هرتز بهتون میده. در واقع هارمن در این مدل کیفیت صدا رو در
اولویت قرار داده. این به اون معنا نیست که حجم صدای کمی رو دارید. اتفاقا حجم صدای بسیار بالایی رو از این دستگاه خواهید شنید. اطراف این بلندگو 6 درایور مید رنج و توییتر قرار داده شده و هارمن کاردن این ادعا رو داره که صدای 360 درجه رو به شما میده. ولی طبق تجربه من اینطور نبود و بهترین صدا رو از روبرو و اطراف دریافت می‌کنید و از بخش پشتی صدای با جزئیات کمتری رو خواهید داشت. سابوفر دستگاه هم همینطور که ملاحظه می‌کنید در بازه فرکانسی 40 تا 45 هرتز بیشترین فعالیت و بازدهی رو داره. در ادامه نظر شما رو به تست وکال اسپیکر بوز و هارمن کاردن جلب می‌کنم و بعد از اون هم تست موسیقی رو خواهیم داشت. البته در نظر داشته باشید که حجم صدای خروجی از هارمن در ولوم ماکسیمم حدود 3 برابر اسپیکر بوزه و این مقایسه بیشتر برای کیفیت و وضوح صدا انجام شده. سلام میکنم به همراهان عزیز. نظر شما رو به تست وکال آنباکسینگ اسپیکرهای هارمن کاردن آورا استودیو 3 و بوز ریوالف در این قسمت جلب میکنم. با توجه به تجربه شخصی من، اسپیکر هارمن با صدای گرمی که داره و بس ریچش نسبت به بوز بیشتر مناسب کسانیه که موسیقی سبک هیپ هاپ، راک، پاپ یا موسیقی‌های الکتریک گوش میدن. در مقابل بوز با صدای فلتش مناسب موسیقی‌های جاز، فولک و کلاسیکه. البته این نظر منه، شاید شما نظر متفاوتی رو داشته باشید. خب اینا از آنباکسینگ این هفته. مرسی که ویدیوی من رو دیدید. امیدوارم که تو انتخابتون تونسته باشم کمکتون بکنم. اگر سوالی داشتید مثل همیشه توی کامنت از من بپرسید و اگر این ویدیو رو در اینستاگرام دیجیکالا مگ مشاهده میکنید فراموش نکنید که آیدی اینستاگرام من رو حتما تگ بکنید که متوجه سوالتون بشم. ممنونم. اوقات خوبی داشته باشید. فعلا.